أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين ادعوا ربكم صدات وعن وفوقیه انهو لا يحب المعتدین. برای اثبات ربوبیت ذات تعالی نسبت به انسان و اینکه انسان در تمام کارها به ذات اقدس اله مراجعه کند، آیاتی که دلالت میکند بر اینکه کل جهان تحت تدبیر الهی نازل شده. گاهی خدا میفرماید که پروردگار شما همون آفریدگار شماست، یعنی اون که خالق است رب است، رب یعنی مالک مدبر. گاهی میفرماید پروردگار شما همون کسی است که پروردگار عالم است. این برای آن است که انسان که وقتی بخواهد در چیزی اثر بگذارد یا از چیزی اثر بپذیرد، این باید اثبات کند به احراز کند اون چیزی که طرف تأثیر و تأثیر است، اون در ته تدبیری که اگر انسان بخواهد در جهان خارج از خود اثر بگذارد یا اثر بپذیرد، اگر برای او ثابت شده است که اون جهان خارج در ته تدبیر خدا، چون خودشان در ته تدبیر خدا، چاره ای ندارد جز این که از خدای خود اطاعت کند. انسان نمیتواند بدون جهان خارج زندگی کند، نمیتواند در چیزی اثر بگذارد یا اثر بپذیرد. اگر جهان خارج در تحت تدبیر اله اداره میشود، او اگر بخواهد کاری را در جهان خارج انجام بدهد، باید خود را تابع اراده ذات اقدس اله قرار بدهد. آیاتی از این قبیل که فرماید رب شما همون رب سماوات و الارض است ناظر به این است. می فرماید ان ربکم الله الذی خلق السماوات والارض فی ستة ایام ثم استوى على العرش. گاهی می فرماید رب شما رب عالم است، گاهی می فرماید رب شما خالق عالم و مدبر عالم است. چون این که فرمود خدا آسمان و زمین را در 6 روز آفرید بعد بر عرش فرمان روایی مستوری شد، یعنی اول آفرید بعد اداره کرد. آیاتی که دلالت میکند بر این که پروردگار شما همون پروردگار ذات اقدس اله است کم نیست، اونم از همین قبیل است تا وحدت ربوبی ثابت بشود. نظیر آیه 56 سوره مبارکه انبیاء که فرمود قال بل ربکم رب السماوات والارض الذی فطرهن و انا علی ذلکم من الشاهدین. وجود مبارک ابراهیم خلیل سلام الله علیه به قوم خود فرمود رب شما و مالک و مدبر شما همون کسی است که مالک و مدبر آسمان و زمین است. خب و آیات از این قبیل که هو الذی فی السماء اله و فی الارض اله هم تأیید میکند این مسئله را که اله الارض و اله السماء و انسان اگر بخواهد در موجود زمینی آسمانی اثر بگذارد یا از اونها اثر بپذیرد، باید بداند اونها مربوب خدایند و کل جهان هم در پیشگاه آفریدگار و پروردگار خود مسلم و مطیع و منقاد است که له اسلم ما فی السماوات و ما فی الارض. هر موجودی که در آسمان یا زمین است نسبت به ذات اقدس اله تسلیم است، مسلم است، منقاد است، حرف او رو گوش میدهد. در نهج البلاغه هم وجود بارکست عبید در نگه آسمان و زمین مطیع خدایند، به دستور خدا به شما خیر میدن، از شما توقعی ندارن، حراسی هم ندارن، امیدی هم ندارن، فقط به خدا امیدوارن و از خدا اطاعت میکنن. به دستور خدا به شما خیر میرسانن که اون خطبه ها با جمله های بعدی همین آیه محل بحث که آسمان و زمین مستخر خدایان هماهنگ است. پس این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام. در تفسیر برهان این ستة ایام به ستة اوقات تطبیق شده، یعنی 6 وقت که ناظر به همون ادوار 6 گانه است.
از بعضی از آیات برمی آید که ماده اولی اینها به صورت دخان، گاز و مانند اون بوده است. ولی از نهج البلاغه برمی آید که ماده اولیش به صورت آب بود، در این چیز مایه، که این مایه را ذات اقدس اله به وسیله باد به حالتهای گوناگون در آورد، کم کم شاید به صورت گاز در آمد، بعد به صورتهای سماوات سبع و عرضین ظهور کرد. بعد می فرماید تفصیل این مقدور کسی نیست که انسان به صورت جزم دو تا چهار تا ثابت بکند که اول آسمان و زمین چی بود بعد بشه صورت در آمد. البته یه سلسله فرضیه هایی هست و بشر هم تشویق می شود با همین آیات که در باره کیهان شناسی بیندشد، اما این چی نیست که بتواند به این زودی ها اکتناح کند. در خطبه اول نهج البلاغه به این صورت آمده است که انشأ الخلق انشاء و ابتدأه ابتداء بلا رویه اجالها ولا تجربه استفادها ولا حرکه احدثها ولا حمامه نفس استرب فیها. با تروی و تأمل و اندیشه کار بکند این چنین نیست، چون ما برای مسائل نظری میاندیشیم، در باره مسائل بدیهی که فکر نمی کنیم چون برای ما روشن است. تمام معارف جهان برای ذات اقدس اله روشن است و دیگه نیازی به فکر ندارد. اونم به صورت علم حصولی روشن نیست، به صورت علم حضوری و شهودی روشن است. اونگاه فرمود به این که در پیدایش آسمان ها و زمین کار را از اینجا شروع کرده است. ثم انشأ سبحانه فتق العجوا و شق الارجا و سکائک الهوا فاجرا فیها ما ان متلات من تیارو متراک من تذخارو حمله على متن ریح العاصفته و زعزع القاصفته فامرها بردها و سلتها على شده و غرنها على حده. این برابر با آیات سوره مبارکه انبیاء که اولم یرا ان السماوات والارض کانت رتقا فتقناهما، اول آسمان و زمین بسته بودند، رتق بودند، بعد فتق شدند. فتق امور یعنی گشایش، رتق یعنی بستن. فبود اینا به هم بسته بودند، حالا ماده گازی بود غیر گازی یا دیگری ممکنه بعد کشف شود، به صورت ماده بسته بود. بعد ذات اقدس اله این رو فتح کرد، باز کرد، زمین را از آسمان جدا کرد، اونها را از یکدیگر جدا کرد و کرات را از یکدیگر دور ساخت، با یه فاصله‌های معین اینا را تنظیم کرد و این کارم همچنان ادامه دارد. این چه نیست که حالا این کار تمام شده باشد. از این که رمود بر تمام بنیناها به ایدن و انال موسیون، این هم نشون میدهد که گاهی ممکن است یک راه شیری جدیدی تولد پیدا کند یا یک کره تازه متولد بشود از کره دیگری که رد قد پس بشود، جزء از جدا بشود و مانند را که سماوات و ارض را فرمود ما آفریدیم، اینا رد بودند بعد ما پس کردیم، بعدم توسعه میدهیم. در سوره مبارکه انبیا از رد آسمان و زمین سخن فرمود. آیه 30 سوره انبیا این است: اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا. در این اگر اینا بحثا و کاوش های علمی بکنن برایشون روشن می شود که اول اینا یه ماده بسته‌ای بودن، بعد ما اینا رو فتح کردیم، باز کردیم. اولم یرا الذین کفروا ان السماوات والارض کانتا رتقا فتقناهما. بعد بجعلنا من الماء كل شيء حي، هر شیء زنده ای را هم از آب آفریدیم. ممکن است که قبلا به صورت یک مایه روانی بود، بعد به این صورت‌های متنوع در آمده. و شاید سر تفصیل خلقت آسمان‌ها و زمین در 6 روز یعنی در 6 دوره تشویق پژوهشگران بشری به کیهانشناسی باشد. یه وقت است که ذات اقدس اله بر اساس کن فیکون زمین را می آفریند، آسمان را می آفریند، مثل که در جریان قیامت این طور است. در جریان قیامت ظاهراً به تطور و تکامل نیست که مثل سالیان متمادی عرض قیامت مستقر بشود. اونجا که فرمود یوم تبدل و عرض و غیر عرض و سماوات، وقتی بساط جهان فعلی برچیده می شود و جهان آخرت گسترده می شود، اون یه دفعی ظاهراً برای اینکه اون روز دیگر بشر به دنبال علم و تکاملهای علمی امثال زارش ترکت نمی کند، یه حوزه و دانشگاهی باشد که از راه علوم تجربی چیز یاد بگیرد.
اون روز به دارالقرار میرسد که همه حقاق برای اونها مشهود و مکشوف باید شد. در دنیا که نیازمند به تکامل علمیان، با این سیر جهان خلق شد تا پژوهشگران کیهانشناس بتوانند که پس از دیگری معارف را به دست بیاورند، با آیات الهی پی ببرند. و قرآن هم ترغیب می کند. می فرماید در ملک آسمان و زمین نظر کنید، افی الارض آیاتون للموقنین، افی انفسکم افلا تبصرون. یا سنوری هم آیاتنا فی الافاق افی انفسکم حتی یتبین لهم. یا اولا ینظروا فی ملکوت السماوات والارض، چه این که ملکوت آسمان و زمین را نشان وجود خبیب سلام الله علیه داد که فرمود و تدارکه نور ابراهیم ملکوت سماوات و ارض. قبلا هم این بحث در سوره مبارکه انعام گذشت، تفاوت وجود مبارکه خلیل خدا با افراد عادی این است که خداوند در باره وجود مبارکه خلیل هست تعبیر به رؤیت کرده است، قبول ما او را نشان دادیم، و این در باره افراد عادی تعبیر به نظر کرده است، شما فرمود نگاه کنید. خب بین نظر و رؤیت خیلی فرق است، بین نگاه و دیدن خیلی فرق است. گاهی ممکنه کسی نظر کند و نبیند، مثل اینکه انسانی که استحلال می کند در لیلی اولا میگوید نظر تو الی القمره ولم اره، من رفتم استحلال کنم هلال را ببینم، به طرف ما نگاه کردم ولی ندیدم. نظر مستلزم رؤیت نیست، گرچه ممکن است مقدمه رؤیت باشد، ولی در باره وجود مبارک خلیل خدا تعبیر به رؤیت کرده است. همون دو کذاری که نور ابراهیم ملکوت السماوات و الارض، نسبت به افراد عادی فرمود اولا ینظروا فی ملکوت السماوات و الارض. شاید یکی از فواید آفرینش نظام آسمان و زمین در شش دوره آن است که بشر در باره این علم هم متکامل بشود. رضا تشویق میکند در آیه 30 سوره مبارکه انبیا، فرمود اولا یرن بدین کفرو ان السماوات و الارض کانت رتقا و فتقناهما. اینکه در بخش های دیگر هم امید توسعه آسمان ها را هم در باره انسان ها زنده می کند که و السماء بنیناها بعید و انا لموسعون. ما آسمان را با توانایی خود با قدرت خود آفریدیم، بعد او را هم توسعه می دهیم که حالا پیدایش و پرورش یک کره دیگری که از آسمان جدا بشود کار صعب و سختی نیست، کار شدنی. ما این کار را توسعه میدیم و از سماع بنیناها به عیدن و امنال موسی. مطلب دیگر اون است که این نظم از دیر زمان بوده، یعنی تا بله دیگر چون خیر کسی بخواهد نظر کند در ملکوت سماوات و الارض یه بیداری میطلبد. بعضی ها فقط همون ملک را مینگرند، اصلا اهل نظر در ملکوت نیستند، نگاه نمی کنند در باره ملکوت. اینها در همون محدوده تبارک الذی بیده الملک میاندیشند. ملکوت حساب دیگری، ملکوت اون سبحان الذی بیده ملکوت کل شیء است. این سپهر شناسا، اختر شناسا، ستاره شناسا، زمین شناسا، اینا فقط تو ملک کار میکنن. بعد ممکن است با اون جنبندی برهان نهایی به یک نتیجه برسن در پایان، ولی ملکوت غیر از ملک است، چون زمام هر چیزی به دست خدا. یک اون چهره ارتباطی هر شی به خدا را میگن ملکوت کل شی. اگر کسی به اون سمت نگاه بکند گاهی موفق میشود میبیند زمان به دست کی، گاهی هم نمیبیند. فرمود سبحان الذی بیده ملکوت و کل شی. هر چیزی یه سیر افقی دارد که قبلا چی بوده است، الان چی است، در آینده نزدیک یا دور چه میشود. این رو یک معدن شناس یا ستاره شناس یا دریا شناس میفهمد، اما چی کرد، برای چی کرد، اون هو الاول و الاخر که زمام و رهبری این اشیا را به عهده دارد، اون ملکوت کل شیء. این زمام به دست خداست. ما من دابت الا علی الله رزقها، چه این که ما من دابت الا هو آخذون به ناصیتها. زمام هر جنبنده به متحرکی به دست خدا، اونو میگن ملکوت. بعضی اصلا درباره اون نگاه نمی کنن، بعضی نگاه میکنن و نمی بینن، بعضی مثل خلیل حق به رؤیت میرسن. قرآن ما را تشویق کند به اون سن که اولا میان برو فی ملکوت سماوات در عرض. خب ولی در جریان آسمان و زمین فبود به این که
این نظم تا خلق شده است به همین وضع بود. یعنی ممکن است در جریان پیدایش و پرورش آسمان اول ماده گازی بود، بعد به صورت‌های دیگر درآمد تا به این صورت ظهور کرد. ولی وقتی آسمان‌ها ظهور کردند، زمین ظهور کرد، وضع همین بود. یعنی شب بود، روز بود، سال بود، ماه بود، سال 12 ماه بود، نه کمتر و نه بیشتر. اول روز بود، بعد شب، که شب تابع روزه. این وضعش هست. در سوره مبارکه یاسین آیه 37 به فرمود به این که و شمسو تجرید مستقر رنده ها تقدیر العزیز علیم و الغمره قدنه و منازل و آبکل عزیز قدیم. اون که همون لشمسو ین بغیل هام تدرکل غمر و للیلو سابه اونها. این ما به حسب ظاهر یه سیر سریعی دارد، برای اینکه هر 29 یا 30 روز یک دور مدار خود را طی می کند یا به نظر ما طی می شود. شمس در هر 365 روز یک بار مدار خود را طی می کند یا زمین به دور او این روز می گردد. فرهنگ حرف زدن غیر از فرهنگ ریاضی، انسان یه جور در مسائل ریاضی یا مسائل تجربی به نتیجه میرسد و یه جوری هم حرف میزند. الان برای همه محققین روشن شده است که شمس محور است، زمین متحرک است. اگر به دور خود حرکت کرد شب و روز پدید می آید، به دور شمس حرکت کرد سال و ماه ظهور می کند. این رو همه می دانند. اما وقتی میخوان بنویسن، میخوان حرف بزنن، میخوان قرار ملاقات بذارن، نمیگن وقتی ما طلوع کردیم یا زمین طلوع کرد، میگن البته آفتاب در آمد. حرف زدن فرهنگ خاص خود را دارد، مسائل تجربی و ریاضی اصطلاح مخصوص خود را دارد. دیگه هرگز نمیگن وقتی ما طلوع کردیم یا زمین طلوع کرد. در حقیقت ما طلوع میکنیم نشم، زمین طلوع میکند نشم. و ما حرف زدن اصطلاح خاص خودش دارد. الان دیگه یک روز و دو روز نیست، یک سال و دو سال نیست، سال هاست که برای همه روشن شد که زمین طلوع میکند، ما طلوع میکنیم نه شمس. این شمس هست در جاش، ما به دور او میگردیم، ما غروب داریم، ما طلوع داریم، ما حرکت داریم. اما وقتی میخوام حرف بزنیم که نمیگیم ما طلوع کردیم، که دو ساعت بعد از طلوع ما یا یک ساعت قبل از طلوع ما فلان کار انجام بدیم، اینی که نمیگیم. که اصطلاح حرف زدن یه چیز، اصطلاح علمی چیز دیگه. قرآن کریم برابر با اون فرهنگ محاوره حرف میزنه. طلوع و غروب را به شمس اسناد میدهد. فلان ما را از شمس بازغتن قال حاضرتی، فلان ما را القمره بازغن کذا و کذا. خب فرمود به این که این شمس که جریان دارد یا این قمر که جریان دارد هیچ کدام دیگری جلو نمیفتن. قمر به حسب ظاهر سریعتر از شمس است، برای اینکه این مدار خود را 30 روزه یا 29 روزه طی می کند. شمس مدار خود را باید 360 روز طی کند. اما شمس با همه قدرتی که دارد، نورافشانی که دارد و قمر را زیر اشتراب خود دارد، موظف است که منظم حرکت کند. هرگز نمی تواند جلو بیفتد. لشمسو ین بغیبه ها هم تدرکر قبر، که به او برسد، همراه او حرکت کند یا جلو بیفتد. این طور نیست. وللیلو سابق النهار، این طور نیست که اول شب بشه به سایه بشه بعد روز. یه بحثی است که آیا روز قبل بود یا شب. این با کرویت عرض از یه جهت معنا ندارد، برای اینکه وقتی زمین کرویست همیشه شب و روز با هم است، یک طرفش روز است یک طرف شب. ولی این بحث ناظر به آن است که اون قسمتی که معمور آباد است، بشر در روی او زندگی می کند، این قسمت اگر سخن از دهوال عرض است که از زمین در آمده، این قسمتی که از آب در آمده همون قسمتی بود که بشر روی او زندگی می کند و همون قسمتی بود که روبروی آفتاب است. اون قسمتی که از زیر آب در آمده اون روبروی آفتاب بود، یعنی روز بود. یا نه، اون قسمتی که از زیر آب در آمده روبروی آفتاب نبود، پشت به آفتاب بود، به شب بود. این معنای تقدم خلقت لیل و نهار است. به مانند آن وجوه دیگر، وگرنه
بعد از اثبات کرویت زمین همیشه یه طرف زمین روز است یه طرف شب. این بحث که آیا شب قبل از روز بود یا روز قبل از شب باید به یکی از این امور توجیه بشود. از وجود مبارک امام رضا سلام الله علیه رسیده است که طبق آیه سوره یاسین روز قبل بود نه شب، برای اینکه فرمود شب نمیتواند جلو بیفتد، یعنی اول روز است بعد بتون بالو. سر شب این است که شب سایه، خب سایه تابع نور است، نور که تابع سایه نیست. هر جا نور باشد طرف مقابلش سایه شب هم هست. وقتی یه طرف زمین به طرف آفتاب بود این میشه روز. چون زمین یه جرم مادی سایه داره اون پشتش میشه سایه، اون یعنی شب. همیشه سایه تابع شاخص اون سمت روشن است، عکس که نیست که. خب پس از نظر معیت این بحث بی ثمره، برای اینکه نیست با هم. این یکی مطلب اول. مطلب دوم اینه که اگر ما بخواهیم ارزیابی کنیم اینها نظیر معدوله علت ثالثه نیستن، همتای هم باشن، همسان هم باشن، بلکه یکی اصل است دیگری فرع. این دو، اونی که اصل است نور است، اونی که فرع است ذل است. این سه، اونجا که روشن است روز است، اونجا که ذل است و تاریک است شب است. این چهار روی این حساب ها، خب یقینا روز مقدمه بر شب است. رو اون حساب اولی شب و روز با هم هست، برای اینکه یک کره یک طرفش هم میشه به طرف آفتاب است روشن، اون طرف دیگر شب و با هم هم هستن. اما بالاخره شب تابع روز است نه روز تابع شب. ولی در بحث های شهور قمری از در دستورات دینی که ما داریم، چون به رؤیت قمر وابسته است، شارع مقدس همون هر وقت ماه رو دیدین از هر بار کن، دعاهای ماه مبارک رمضان از اولین شب شروع می شود نه اولین روز. اگه گفتن فلون دعا را بعد از نماز ماه مبارک رمضان بخوانی، یعنی همین که ماه دیده شد نماز مغربی خوندید اون دعا یا علی یا عظیم رو بخونید. این تعبدات شرعی است به اثر پذیر است، چون سخن از قمر است و قمر در شب دیده می شود. و اما از ذره آفرینش اگه حساب بشود که آیا روز مقدر است بر شب، بعد از تحلیل امور سه چهارگانه همون روایتی که وجود مبارک امام هشتم سلام الله علیه فرمود به طبق آیه سوره مبارک یاسین استشهاد کردن، روز مقدم بر شب است. اما این نظام همچنان محفوظ است، کم و زیاد ندارد. آیه سوره مبارک توبه نشون میدهد که از روزی که ذات اقدس اله آسمان و زمین رو آفرید بعد به همین صرف بود. آیه 36 سوره مبارک توبه این است: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا في كتاب الله يوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم ذلك الدين القيم فلا تظلموا فيهن انفسكم وقاتلوا المشركين كافه كما يقاتلونكم كافه واعلموا ان الله مع المتقين. فمود رقم ماه ها نزد خدا 12 تا، این در آفرینش الهی. از روزی که آسمان ها و زمین خلق شدن و از همین بود، یعنی در طی سال ماه 12 بار هلال داره، نه کمتر و نه بیشتر. کم و زیاد نکنید، حسابش هم مشخص نکنید. بعد آیه بعدش هم این است که انما النسیء زیادتون فی الکفر، اون چهار ماهی که حرام بود اونا برابر با خواسته های خود تغییر و تبدیل میدادن. بعضی از ماهایی که میخواستن جنگ بکنن اون را جز ماهای حلال به حساب می آوردن نه حرام. تطبیق این شهور 12 ماه بر ائمه 12 یک تطبیق خارجی. ایام هفته این دیگه برابر با قرارداد است، این دیگه یه امر تکوینی نیست. حالا اگر کسی یه روز مشخصی را یک شنبه بداند بعدش هم دوشنبه و قرار را از روز یک شنبه شروع بکنند، این دیگه استحالی ندارد. این سیر هستی دارد میگردد. برای تنظیم کارها روی این حرکتهایی که می آید، البته یه سلسله کارهایی را بشر انجام می ده و تقطیع می کند. اونی که در خارج هست دیگه تقطیع در کار نیست، سالی از سال دیگر جدا نیست، ماهی از ماه دیگر جدا نیست، وقتا ماهای شمسی. ولی بشر برای رفع نیازهای خود تقطیع کرده، اول سال را از هم جدا کرده، بعد ماه را از هم جدا کرده، بعد روزها را از هم جدا کرده. البته سیر شمس و
برابر درجات خاص خود این محفوظ هست که فرون وقت در فرون درجه است، فرون وقت در فرون درجه. اما یه سیر متصل مستمر میلیارد سالی، این سالها از هم جدا نیست، ماها از هم جدا نیست، روزها از هم جدا نیست. این بشر است برای رفع نیازهای خود این تقسیمات را کرده. اینش دیگه برهان‌پذیر نیست که چرا فرون روز شنبه شد، فرون روز یک شنبه شد. این مربوط به درجات شمس و قمر است. حالا که وضع اینه، حالا که اینجور شد، شما در شنبه فرون کار بکنید، در شنبه فرون کار بکنید. ولی ماه را قرآن دارد که ماه این چیزی نیست. یعنی بیش از 12 ماه نیست، کمتر از 12 ماه هم نیست. نمیشود گفت این که سال 11 ماه دارد یا 13 ماه دارد. این هست. خب، از این که در تفسیر برهان ستت ایام به ستت اوقات تفسیر شده است و اینکه دفعتاً راه دم نشد برای اینکه پژوهشگران را به این مراحل تحقیقی دعوت بکنند. و در قرآن گاهی سما است، گاهی سماوات است، گاهی سبع سماوات، یعنی این سماواتی که هست فعلاً هفت است. حالا اگر توسعه پیدا کرد رقم اینها بیشتر شد، منافاتی هم با سماوات ندارد، چون که منافی با از سمای مطلق نیست. درباره ماه‌های 12 گانه فرمود کمتر و زیادتر نیست. و در باره آسمان ها فرمود و سماع بنای ناها و عیدن رینال و موسه او ممکن است اضافه بشود. کل این سماوات زیر مجموعه کرسی است که در این که فرمود وسع کرسی و سماوات و الارض. حالا کرسی همون مقام فرمان روایی نظیر عرش یا یه موجود دیگر است مطیعی ظاهرا همون مقام فرمان روایی باشد. عرش و کرسی جزء مجموعه های سفیری نیستن، فلکی نیستن که علوم تجدیدی به سراغ اونها برده. این ربکم الله الذی خلق السماوات و الارض فی ستة ایام ثم استوى علی العرش. عرش هم گرچه به حسب ظاهر و معنی تخت است امثال داره، ولی به اصطلاح قرآن کریم عرش و کرسی اینا مقام فرمان روایی هست. یعنی ذات اقلت اله اول آفرید، بعد بر مقام فرمان روایی مستولی شد. این استوا به معنای استقرار نیست. یک، که معاذ الله عرش جایی باشد که خدا برای مستقر شده است و مهم تجسم باشد. گاهی استوا که باب افتعال است معنای باب مفاعله را می دهد، مثل هل یستوی الذین یعلمون و الذین لا یعلمون. استویه مثل افتعاله استویه باب افتعاله. استویه به معنی تساویه. هل یستویه الذین یعلمون و الذین یعلمون هل یتساویانه، که این باب افتعال معنی باب مفاعله را میده. لکن در این گونه از موارد استوا به معنای استیلا، مستولی بودن، قاهر بودن، مدبر بودن به مانند آن. برای اینکه وقتی به عرش اسناد داده شد، این مستوی بر عرش است، یعنی مستولی بر عرش است. عرش هم مقام فرمان روایی است. در چنین کاری نحوه تدبیر را ذکر می کند. نحوه یغش لیلا نهارا یطلبه حثیثا. شب روز را می پوشاند. یعنی اول روز است، اینجا روشن است. بعد این سایه اون فضای روشن را می پوشاند. به دنبال این فضای روشن حرکت می کند و به سرعت هم حرکت می کند. همین که این فضای روشن می خواهد جاش عوض کند، شب اونجا را می گیرد. یغش لیلا نهارا که دوتا مفعول گرفت، یعنی جعل الله سبحانه و تعالی اللیل قاشیتا للنهار، جعل اللیل نشابتا للنهار، جعل اللیل لباسا للنهار که یلبسه و یغطیه. یغشی الله اللیل النهار، یعنی یجعل الله سبحانه و تعالی اللیل قاشیتا للنهار که او را می پوشاند. یطلبه حثیثا، این شب با سرعت به دنبال روز می رود. شما می بینید این پنکهی که در مقابل این لامپ قرار دارد، این پرش، حالا پنکه یه جسم متصل نیست، این سه جسم منفصل است، این سه تا پر جدا. حالا فرض کنید یک کره ای رو شما متحرکن در برابر یک لامپ قرار بدید،
اون سمت کره که مقابل این لامپ هست خوب روشن است. وقتی به سرعت در میگردد هر جایی که برگشت تاریک میشود. این سایه به دنبال اون روشنی به سرعت هست که هر جا این روشنی تمام شد سایه اونجا را پر کند. لیل و نهار هم این چنین است، وگرنه شبی در خارج نیست. همین که این کره زمین به سمت شمس قرار دارد چون به دور خود به سرعت می گردد، همین که چرخش زمین به جایی رسید که یک گوشه زمین از شمس غائب شد، غیبت همان و رسیدن شب همان، اونجا را تاریکی می گیرد، یعنی دو شب شده. گاهی این حرکت چون وضعیش با انتقالی همراه است، طور است که یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل. در حال عادی در اعتدال ربیعی یعنی بهار، اعتدال خریفی یعنی پاییز، اون بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار، شبم 12 ساعت است، روزم 12 ساعت است، لیل و نهار تفاوت نمی کند. این دیگه یولج اللیل فی النهار و یولج النهار فی اللیل نیست. اما وقتی که حالا از بهار گذشتیم، کم کم داریم به طرف تابستان می رویم، همین که اول فروردین گذشت، یعنی اون روزی که بامدادی که تفاوت نکند لیل و نهار، یعنی اول فروردین گذشت، حالا کم کم وارد محدوده بهار می شویم. این دیگه یولج النهار فی اللیل، غوث النهار 12 ساعت است و قوس و لیلم 12 ساعت، شبم 12 ساعت، روزم 12 ساعت. این دو تا قوس معادل همه. این همان است که بامدادان که تفاوت نکند لیل و نهار. حالا دوم و سوم فروردین شروع شد، کم کم روزها بلندتر می شود و شبها کوتاه. در این محدوده سماه بهار یولج النهار فی اللیل، یعنی این قوس و نهار که روشن است در دو طرف بامداد و شامگاه وارد محدوده شب تار می شود. یعنی این 12 ساعت که روشن است، اون 12 ساعت که تاریک، این 12 ساعت روشن از دو طرف صبح و شام وارد محدوده شب تار می شود. یعنی زودتر صبح می شود، دیرتر شب می شود. اگر روز 12 ساعت بود، شبان 12 ساعت، الان روز 12 ساعت و 10 دقیقه، شب 12 ساعت منهای 10 دقیقه. برای اینکه 4-5 دقیقه زودتر صبح شد، 4-5 دقیقه هم دیرتر شب شد، این قوس و نهار که روشن است وارد محدوده شب می شود. یولجو الله النهار فی اللیل، تا کم کم به جای برسد که روز بشه 14-15 ساعت، شب بشه کمتر. حالا این مربوط به منطقه های گوناگون است، گاهی روز 20 ساعت است، شب 4 ساعت را. وقتی تابستان به بعد شد، کم کم پاییز برا رسید، یولج اللیل فی النهار، کم کم این قوس اللیل در قوس النهار وارد می شود، زودتر شب می شود، دیرتر صبح می شود. این قوس تاریک این قوس روشن را زیر مجموعه خود قرار بدهد. خداوند ایلاج می کند، ادخال می کند اون قوس اللیل را در قوس النهار. زودتر شب می شود، دیرتر روز می شود، کم کم شب می شود 14 ساعت، روز می شود کمتر. و حافظ الحمدلله رب العالمین.